بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي au wali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين خدمتي بنندگان عزيز وشنمندگان گرامي عرض سلام و احترام دارم با بيان حقوق زن و شوهر در جلسات گذشته حقوق مشترک واجب زن و شوهر تا حدودی بیان شد در این جلسه به حقوق مستحب زن بر شوهر نکات رو خدمت عزیزان تقدیم می کنم قبل از بیان حقوق مستحبی به یک از حقوق مشترک واجب که محل اختلاف هست و به فتوای برخی از فقهای بزرگوار این مطلب نیز اشاره شده است که ماندن در نزد همسر هر چهار شب یک بار برخی از فقهاین را واجب دانستن و این را حق مشترک زن و شوهر دانسته به گونه که هر کدام میتواند این حق را نسبت به دیگری اعمال بکند هم زن حق دارد که شوهرش حداقل در هر چهار شب یک شب با او باشد و هم مرد این حق را دارد تا اینکه زن در هر چهار شب حداقل یک بار در کنار او باشد البته این به فتوای برخی از مراجع و فقهای بزرگوار هست و محل اختلاف هست حالا کسانی هم که این حق را واجب میدانن و بیان میکنن که باید زن و شوهر حداقل در هر چهار شب یک شب در کنار هم باشند مراد از کنار هم بودن هم بستری نیست بلکه همین که در یک بستر باشند این حق ادا می شود و کفایت می کند یک نکته هم که در اینجا قابل یادآوری است این است که در این حق کسانی که این رو واجب می دانن و به آن فتوا دادن بیان داشتن که در این حق چون مشترک هست هر کدام زن و می تواند این رو مطالبه کند ولو دیگری این حق را از خودش ساقط کند ولی برای که هر کدام بتواند این حق را اعمال بکند این حق به هر دو داده شده است اما پرداختن به حقوق مستحبی زن بر شوهر یک از نکته های اخلاقی و بسیار ظریف است که اسلام در این زمینه مطرح کرده است واجب قرار نداده اما مستحب است که شوهر نسبت به تأمین نفقه و مخارج زن خودش توسعه ببخشد به گونه که تنها به حداقل مصارف و مخارج او اکتفا نکند البته بر مقداری که دست انسان باز باشد توانایی انسان زیاد باشد به همون مقدار هم استحباب داره که انسان بر ایال و خانواده خودش هم گشاده گشادگیر به وجود بیاره و به اونها هم رسیدگی بیشتری داشته باشد در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می که می فرماید لیس من من وس علی ثم علی ایاله از ما نیست کسی که دستش باز هست و درآمدش خوب است رزق روزیش فراوان هست اما او همچنان بر خانواده خودش و ایال خودش سختگیری می کند در روایت دیگر امام رضا علیه السلام می ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله لالا و موته شایسته است برای مرد که برای خانواده خودش دست باز داشته باشد تا اینکه خانوادهش آرزوی مرگ او را نداشته باشد البته در این زمینه باز هم این نکته قابل یادآوری است که این گشادگی در وضعیت زندگی به معنای اصراف یا تبلیغ و ترویج زیاده روی بیش از حد نیست برای اینکه انسان باید حد و حدود کارها را حتی در همین جهت نیز مراعات کند همان گونه که امام صادق علیه السلام و سلام در روایت میفرماید ان یحتاج یحتاج فی منزله و ایاله الى ثلاث خلال انسان در زندگی خودش در خانواده خودش به سه ویژگی نیازمند است یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه و این سه ویژگی را هم به زور هم که شده باید بر خودش تحمیل کند هرچند اقتضای طبش این سی رو نداشته باشد یکی این که حضرت میفرماید معاشرتون جمیله برخورد نیک با خانواده خودش داشته باشد و ساعتون به تقدیر و دیگر این که توسعه بخشی به اندازه و نه بیش از اندازه و نکته سوم این که و غیرتون به تحسن یکی غیرت بورزد غیرت که موجب نگهداری و حفاظت خانوادهش بشود نه غیرت های بی جایی که موجب متلاشی شدن خانواده بشود و نکته که در همین زمینه قابل تذکر و یادآوری است این است که این رفا و آسایشی که برای خانواده به وجود می آید حتما باید از مال خود انسان و از طریق حلال صورت بگیرد نه این که خدای نخواسته انسان برای گشادگی در زندگی خانوادهشون از هر طریقی و از هر پولی که گیرش می آید این کار رو انجام بدهد که در این صورت نه تنها این کار مستحب نیست بلکه خودش یک حرامی دیگر هست و انسان عاقل و متدین هرگز خودش رو به این کار آلوده نمی سازد دومی که مستحب است که مرد نسبت به زنش این کار رو انجام بدهد اجازه برای رفتن به زیارت بستگان و تشیه جنازه آنان است بالاخره یک از حقوق مرد بر زن این بود که زن باید حتما با اجازه شوهر از منزل خارج بشود حالا که این اختیار به دست شوهر داده شده است از اون طرف هم اسلام آمده از شوهر را ترغیب کرده است که در این اجازه دادن یک مقدار دست باستری را داشته باشد و به همسرش اجازه بدهد که برای دیدن بستگان خودش یادتی مریض های آنان تشییع جنازه و کارهای ضروری تر خارج بشود و سخت نگیرد نکته سوم یا حق سومی که زن بر شوهر دارد گرامی داشتن هست که باید زن مورد احترام و گرامی داشته شوهر قرار داشته باشد به شخصیت زن باید احترام گذاشته بشود همان گونه که مام زین العابدین علیه الصلاۃ والسلام میفرماید و اما حق و زوجه فان تعلم ان الله عزوجل جعلها که سکنن و انس حق زن بر شوهر این است که شوهر این مطلب را کاملا آگاهی داشته باشد و بداند که این زن رو خدای متعال مایه آرامش مایه سکینه او قرار داده است و مایه انس و الفت قرار داده است فتعلم ان ذلك نعمت من الله عليك فتكرمها و بداند که نعمت خدایی است و باید با این نعمت خدایی با اکرام و احترام برخورد بشود خب این یکی از حقوق دیگر است که باید مردها نسبت به زنانشون انجام بدهد و باید کرس میکنم به عنوان یک امر مستحبی هست همان گونه که از سفارشات پیامبر اکرم به امیر المومنین علی علیه السلام هم همین نکته است که میفرماید یا <applause> علی لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر دنیا والاخره ای علی خدمت ایالش را نمی کند مگر کسی که صدیق هست خیلی راست است و راستگو هست او شهید یا کسی که شهید است یا کسی که خداوند متعال برای او خیر دنیا و آخرت رو اراده کرده است و این خودش نشان دهنده این است که خدمت به خانواده و خدمت به زن احترام به او و گرامی داشتن مقام او یک همچنین مقام و منزلت را برای انسان برمغان می آورد همان گونه که پیامبر اکرم نیز در یک جمله کوتاه میفرماید خیر خیرکم خیر و کم لأهله بهترین شما کسی است که برای خانواده خودش بهترین باشد و میفرماید و انا خیرکم اهلی همان گونه که من پیغمبر هم برای خانواده خودم بهترین هستم یا در روایت دیگر باز هم پیامبر اکرم میفرماید من اهان خمسن خسر خمسن کسی که به پنج چیز به عنایت کند به پنج خسارت دیگر مبتلا می شود یک من استخف بالعلما خسر دین. کسی که به عالمان اهانت کند به اتنایی به ورزد در امر دین خودش خسارت می بیند و من استخف بالعمرا خسر دنیا. کسی که به مافوق خودش بر احسان خودش به خودش بی اتنایی کند خب در کارهای دنیایی خودش خسارت می بیند و من استخف بالجیران خسر المنافع کسی که به همسایه های خودش به اعتنایی داشته باشد خب از منافع فراوانی محروم می شود و من استخف بالاقربا خسر المروه و کسی هم که به نزدیکان به فامیلای درجه یک به اعتنایی می کند خب مروت رو بزرگی جوان مردی رو از دست می دهد و آخرش می فرماید و من استخف به اهل خسرتی تی و عیشه کسی که به خانواده خودش اهانت می کند به احترامی می کند مقام او را گرامی نمی دارد اون لذت زندگی را از دست میدهد. خب خود این مطلب مهم است که اگر کسی می خواهد زندگی با لذت زندگی شیرین داشته باشد باید این حق مستحبی رو نسبت به زنش مراعات بکند تا زندگی از صفا و شیرینی بیشتری برخوردار بشود امام صادق علیه سلام نیست همین مطلب را در قالب عبارت دیگر بیان می کند و می لاغنا به زوجن ثلاثت اشیا فیما ما بینه و بین زوجته هیچ انسانی هیچ مردی بینیاز نیست از این که سه تا ویشگی را باید بین خود و خانواده خودش مراعات کند یکی این که الموافقت و لیشتلب به ها موافقتها و محبتها با همسرش با خانوادهش همراهی داشته باشد اخلاق نیک برخورد نیک داشته باشد تا این که همراهی اونها محبت اونها را نیز به دست بیاورد و حسن خلقه معها و با اونها با اخلاق نیک برخورد کند و استعمال و استعمالت قلب ها و یکی این که علاقه و محبت اونها را و اون میل قلبی اونها را به دست بیاورد بلحیعت الحسن با اون شکل و ظاهره که زیبا هست و این زیبایی هم در چشم خانوادش زیبا جلوه می کند و توسعته علیها و یکی هم که نسبت به خانواده خودش گشادگی و توسعه رو عنایت کند خب یکی از حقوق دیگری هم که نسبت به هم زن باید مرد مراعات بکند تحمل مشکلات و مدارا کردن با همسر هست بالاخره زندگی مشکلات و سختی هایی دارد و در مقابل این سختی ها باید مرد از خودش صبوری نشان بدهد در روایت پیامبر اکرم میفرماید من صبر علی سوء خلق امراته کسی که بر بد اخلاقی همسرش صبر کند و او را در راه خدا با خدا معامله می کند پیامبر اکرم میفرماید یصبر علیها من الثواب مثل ما اعطى ایوب علی بلائه خدای متعال هم اون اجر را که در برابر سختی ها به ایوب پیامبر داده بود او را به همین شخص عنایت می کند و گناه و وزر و عذاب هم اگر وجود داشته باشد دوباره در مقابل هر سوء رفتار یا بد اخلاق زن به پای زن به حساب می آورد و اگر زن از دنیا برود و شوهرش را از خودش راضی نکرده باشد در این روایت آمده است که در روز قیامت خداوند متعال او را با منافقین در بدترین و پایینترین درجه جهنم محشور می کند خب این نشان دهنده این است که انسان موظف است در مقابل بد های همسرش باید بداخلاقی نکند و مدارا از خودش نشان بدهد همان گونه که پیامبر اکرم در روایت دیگر می فرماید من النساء عین فكفو عیهن بالسکوت بعضی از زنها جاهلانه حساب نشده حرفی میزنن اقدامات انجام میدن و مردم معذفن که در مقابل اقدامات نادانسته یا از روی احساسات و عاطفه و امثال اینها که صورت میگیرد با اونها برخوردی شبیه و مثل هم نکنند بلکه با سکوت با صبر با مدارا این برخورد رو داشته باشند در روایت دیگر امیر به محمد ابن حنفیه این سفارش را میکند و میفرماید فدارها علا کل حالین و احسن صحبت الها لیست و ایشک با زن باید با مدارا برخورد کرد در همه حالات و دوباره دوباره راهی کردن رو با اونها به صورت نیک باید انجام داد تا زندگی از صفا و سمیمیت برخوردار بشود در روایت دیگر هم که به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم یک از اصحاب امام صادق علیه السلام آمد در باره حق زن بر شوهرش سوال کرد حقی که اگر ادا کنه زندگی رو بر پای احسان قرار داده است اون حق کدام حق است امام علیه و السلام میفرماید یکی از این حقوق این است که یشبعها و یکسوها برای تامین نیازهای غذایی نیازهای او را تامین کند پوشاکش را فراهم بکند و این جهلت غفر و حق دیگرش هم این است که اگر او نادانی کرد مرد باید او را ببخشد و امام صادق علیه السلام و سلام فرماید کانت امرأتون این دعوی توضیح این زن پدرم رو اذیت میکرد اما فیغفر و لها پدرم او را مورد بخشش قرار میداد خود این نشاندنده این است که انسان نسبت به بد ها و آزار و اذیت های کمسر زن ممکن نسبت به شوهرش داشته باشد وظیفه و تکلیف شوهر این است که با او با مدارا و صبر و تحمل برخورد بکند و این یکی از حقوق مستحبی زن بر شوهر است که در مقابل بدیهای زن شوهر از خودش تحمل بردباری صبر و شکیبایی نشان بدهد حقوق مستحبی هم شوهر بر زن دارد که انشالله در جلسه دیگر خدمت شما مطرح خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزاه بالنسر والغلبه وعلى الاسراء بالخلاص والراحه وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين